از شما میخواستم بپرسم که حالا بحث طنز که مطرح شد، در واقع مرزی که در واقع بین طنز و توهین وجود داره کجاست؟ آیا اصلا مرزی به نظر شما وجود داره؟ و اینکه خب یکی از ویژگی های طنز در واقع بزرگ نماییه که در واقع ایجاد میکنه. به نظر شما این بزرگ نمایی در واقع در این دست جوک ها اصلا وجود داره یا از اساس در واقع توهینه و تحقیره؟ و اینکه اصلا رسالت در واقع طنز و در واقع این جوک ها رعایت میکنن نمیکنن؟ این چیزی که بالا شما به عنوان مرز دارید میگید، من این شکلی بهش نگاه میکنم که شاید تو قالب رسانه داریم میگیم، تو قالب یه برنامه طنز داریم میگیم. برای خود من به عنوان کسی که دارم کار طنز میکنم، امید مثال خیلی خوبی زد. من یه سری طنزها در نقد اعتقادات و خرافات میسازم و فکر نمیکنم، یعنی تا الان حتی از طرف افرادی که خیلی چیزهای مذهبی دارن، گرایش‌های مذهبی دارن، تا الان حتی در یک مورد به من گفته نشده که به ما توهین شده. برعکسش رو شنیدم. وقتی که دو مسئله است، یکی خب خانم حسینی، آقای علمداری اینو از نظر اجتماعی کاملا گفتند که در اجتماع چه اتفاقی میفته، چطوری اینا دست به دست میشه، چه شکلی گفته میشه. این یک بحثه. بحث دیگه این که وقتی من این رو میخوام در قالب یک رسانه و توی یک برنامه استفاده بکنم، قطعا اونجا هر تعداد مخاطب هم داشته باشم، کم یا زیاد، اونجا من دلم نمیخواد که من توی اون برنامه میخوام یک کاری رو انجام بدم، یک تأثیری رو بگذارم، یک حرفی رو بزنم و اون حرف من قطعا این نیست. اگر که قرار باشه که من یک جوکی رو بیام توی یه برنامه بگم، یک تصور عمومی رو بخوام بیام اونجا دوباره تکرار بکنم، خب چه لزومی داره که اصلا من اون برنامه رو بسازم؟ من این جوک رو میتونم توی وایبر بنویسم پخش کنم، یا توی همین اتفاقی که به طور روزانه همه ما تو این شبکه ها میبینیم و خواسته یا ناخواسته گیرنده اینها هستیم، چه لزومی داره که دیگه من بیام این کار رو بکنم؟ این یه داستانه. داستان دیگه، من اگر اجازه بدید یکی دو مورد خیلی کوتاه بگم. حالا چیزی که نظر من هست سوای بحث حرفه‌ایش، من اینجا این رو صحبت قبل رو تموم بکنم که به نظر من اعتراضی که به این برنامه، به این افراد و به این حد شد، من میگم که به عنوان یک طنز پرداز در جامعه خودم در ایران، سوای همه اون صحبت ها و بحث ها، سوای تمام اون دغدغه ها و حساسیت ها که قطعا من خودم به شخص سعی میکنم که رعایتشون بکنم، اما مردم ما نباید، حالا هر کدوم، مذهبی ها، افرادی با قومیت های مختلف یا هر کی، این وحشت رو در من به وجود بیارن که من نتونم راجع بهشون حرف بزنم. من بگم من الان اگر میخوام راجع به اینها حرف بزنم و کار من طنزه، زبان گفتاری و کار من طنزه، سوای اینکه حالا زبون دیگه بلد هستم یا نیستم، عموما توی کارم بلد نیستم، من این زبون رو بلدم و با این زبون اینا نباید من رو اینقدر پس بزنن که من وحشت داشته باشم از اینکه فرض کنید شما، من دارم راجع به یک خرافه صحبت میکنم که این خرافه رو یک عده‌ای، فرض کنید از ترک‌ها، هم به شدت دارم بهش دامن میزنن و اتفاقا بیشتر از بقیه هم دارم بهش دامن میزنن. مثال دارم میگم، الان مورد خاصی مد نظرم نیست، حالا مثلا شاید توی دهه محرم، چرا همین محرم گذشته، یه مثالایشو دیدیم. مثالایی که دیدیم اینا ویدیوهایی که اتفاقا تصاویرش رو خودشون منتشر میکنن. بعد من میخوام راجع به اون حرف بزنم، چون این اتفاق در آذربایجان افتاده و چون این افراد ترک هستن، اینها من رو همون ابتدا فشاری که وارد میکنن خلع سلاح میکنن و اصلا من با وحشت باید راجع به همین چیز حرف بزنم. نباید این اتفاق بیفته، به خاطر اینکه اگر که جامعه اونها توسط خودشون و دیگران نقد نشه، قطعا اینها در یک جا خواهند بود. یه چیزی رو من میخوام برگردم به صحبت آقای علمداری، چیزی رو که گفتن و من یادداشت کردم، این که اقوام دیگه برای این یه چیز جدایی است، میخوام راجبش حرف بزنم، این که برای حفظ برتری خودشون
بیان مثلا از جوکا استفاده بکنند و اینها. من نمیدونم حالا تو کشورهای دیگه چه اتفاقاتی افتاده، حالا جسته گریخته میدونم، مثلا جایی که من زندگی میکنم در فرانسه، میدونم که بین فرانسه و بلژیک همچین داستانی هست و دقیقا هدفشون این هست که اتفاقا از این طریق مرزهاشون رو، اصلا یه فیلم کمدی اینجا ساخته شد، یه کسی بود، یه مرزبان بلژیکی بود که مثلا شبا پا میشد تابلو بلژیک رو دانست میذاش اون برتر که کشورشون بزرگتر بشه، این رو با طنز بیان کرده بود و در واقعیت این هست، یعنی بین اونها این داستان هست. ولی ما داریم راجع به ایران صحبت میکنیم. آقای علمداری میگن که برای اینکه گروه حاکم یا اون قدرت افراد دیگر رو در ضعف نگه داره استقبال میکنه از اینها. در تاریخ ایران همیشه برعکس بوده، یعنی داستان این بوده که ترک‌ها در قدرت بودن، ترک‌ها قدرت داشتن از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، همین الانش هم همینطور هست. و در ایران همیشه ما برای نقد قدرت اتفاقا از جوک استفاده کردیم. این اتفاقی حدود 150 سال تو ایران داره میفته. تو 100 سال اخیر که نمونه‌های خیلی خیلی زیاد داریم در نقد قدرت و در رد قدرت. همین الان که ما داریم صحبت می‌کنیم، یه چیزی که فرض بکنید که یک اتفاقی در دنیا میفته، همه مردم وحشت زده میشن و شروع میکنن به از طریق جوک و از طریق این که من دارم میگم جوک، قطعا منظورم تمسخر، مخصوصا که اون فرد هموطن من باشه، مخصوصا که اون فرد، من اگر فردا بخوام در یک انتخابات آزادی در ایران شرکت بکنم در کنار اون شرکت میکنم. ولی یک جوری نشه که میگم من مثلا علاوه بر این که وحشت داشته باشم میخوام راجبش حرف بزنم یا صحبت بکنم، برگردم بگم که خب من پیش خودم میگم که تا الان کدام یک از این چیزهایی رو که من برای نقد حالا موارد مختلف که یکیش برمیگره به جنوب ایران، یکیش برمیگره به شمال ایران، ولی به طور کلی من راجب کشورم ایران دارم صحبت میکنم، اگر این گوشش به فرضاً آذربایجان بخوره، من قطعا میتونم بگم که تا الان طنز، من الان موضوع صحبتم برنامه فتیله تو این قسمت خاص نیست، اون یک توهین مستقیم بود، من این رو مشخص بگم، ولی میتونم بگم که طنز تا الان نه باعث تجزیه ایران شده، نه باعث مرگ کسی شده، نه باعث شده که کسی کارش رو از دست بده. و در این مدت خب یه رفتارهایی هست که طبیعتاً آقای علمداری یا خانم حسینی قطعاً بیشتر راجبش توضیح خواهند داد، قطعاً با تحریک دیگران یک اعتراضات خیلی بزرگی شکل میگیره. ما این اعتراضات رو موقعی که تیم تراکتور سازی میره یه مسابقه میده، تقریباً یه همچین تیپ اعتراضاتی رو هر بار شاهدش هستیم. اینا یه به هر حال به یک چیزی خیلی سخت اعتراض میکنن، شاید هم از طرف دیگران این شکلی شده که اینها در یک موضعی قرار گرفتن که هر کسی هر صحبتی میکنه اینها سری گارد میگیرن و سری میخوان یه واکنشی نشون بدن که طرف پیشروی بیشتر از این نکنه. ولی من مطمئنن میتونم بگم که شاید از طرف فرضاً کشورهای همسایه ما تلاشهایی بشه یا از طرف دیگران که اختلافاتی در داخل ایران بیفته، اما تا الان هرگز از طرف خود ملت ایران این اتفاق، ما نمونهش رو نداریم که در طول تاریخمون یا حداقل مثلا در 100 سال گذشته که این اتفاق خیلی به شکل زیاد و گسترده‌اش داره میفته، باعث شده باشه که میگم کسی کارش رو از دست داده باشه، کسی برعکس این قضیه شده. در همین مورد، در همین برنامه فتیله، اعتراض باعث میشه که یک عده شغلشون رو از دست بدن. من فکر میکنم که مردم آذربایجان شاید کار بهتری که میتونستن بکنن، اعتراضی که کردن شاید حقشون بود، من حالا تو این جایگاه نیستم که بخوام بگم حقشون بود یا نه، دوستان دیگه تخصصشونه، اما کار قشنگتری که میتونستن بکنن، وقتی یک نفر میاد به اشتباهش اعتراف میکنه و این اشتباه واقعا باعث نشده که کسی کاری رو، زندگی رو، جانی رو از دست بده، باعث هیچ کدوم اینها نشده و میاد، این آدم ها کلی کار خوب دارن، ما همه اینها رو گذاشتیم کنار، یک نقطه منفی رو گرفتیم و تا نابود کردنشون داریم جلو میریم. کار خوبی که ترک ها میتونستن انجام بدن به نظر من، یا همین الان هم میتونن انجام بدن، اینه که این افراد رو برگردونن به کارشون، یعنی خودشون خواهان این بشن که این افراد برگردن. یقینا با این کار تأثیری که خواهند گذاشت ده ها برابر اعتراضشون خواهد بود.